هنوز هم برخی از بزرگسالان در قاهره پایتخت مصر موکب عزاداری حسینی موسوم به مراسم عجم را به یاد آورند که تا قبل از سال 1914 میلادی در خیابان‌های قاهره برگزار می‌شد. مراسم عجم هر سال از اول محرم به مدت ده روز برگزار می‌شد و دسته ازاداری از حسینیه یا تکیه العجمیه در خیابان الموسکی آغاز میشد و تا مسجد امام حسین علیه السلام در محلت الحسین در قاهره قدیم حرکت می کرد علی پاشا مبارک در کتاب الخطت و توفیقیه و همچنین شماری از مستشرقان از جمله فرسون در کتاب الموالد فلمس آوردهاند. که چگونه این دسته ازاداری هر روز در بیشتر خیابانهای قاهره در میان ازدهام ساکنان حرکت کرده و صدها نفر از اهالی برای مشاهده این دسته بدون تعصب مذهبی یا طایفه‌ای پیرامون آن جمع می شدن. ماک فرسون می گوید اکثریت مردم قاهره سنی هستند اما سنی و شیعه در کنار هم در مسجد الحسین علیه السلام جمع شده و در این دسته عزاداری چیزی جز همدردی و مشارکت عاطفی دیده نمیشد. دلیل نامگذاری این دسته عزاداری به مراسم عجم به این خاطر است که دسته عزا از تکیه فارسی زبان ها که مقر ایرانی های مقیم مصر در دوره محمد علی پاشا بوده حرکت میکرد و در این مراسم مصری ها بدون هیچ مشکل یا ترسی حضور یافته و شیعه بودن خود را آشکار می کردند. شاعر گریه بر ما حسین علیه السلام برای مردم مصر که فطرتی شیعی داشته و تاریخ آنها سرشار از گرایش علوی هاشمی بوده موجب ناراحتی نشده است اما در سال 1914 و با آغاز جنگ جهانی اول و ورود استعمار انگلیس به مصر و برکناری خدی و عباس و انتخاب عموی وی به عنوان حاکم مصر از سوی انگلیس مجموعه تصمیمات امنیتی صادر شد که از جمله آنها ممنوعیت و جلوگیری از برگزاری مراسم عجم بود و از آن زمان این مراسم ممنوع شد